کنا عوضی الدنگ شما ها و چاقالات 24 ساعته به من میان میگه مجازی مجازی مجازی. اگه من انقدر مجازی هم بعد چرا انقدر من میترسیم؟ چرا از یه کلیپ یک دقیقه سید آلپوش میترسیم؟ چرا همش یک دقیقه کلیپه؟ چرا میترسین؟ چرا این همه گردان به صف کردین الان دو ساله یه روند تا برای یک کلیپ یه دقیقه من 24 ساعته ریپورت بزنین خب که اینستا حذفش بکنه؟ اگه من مجازی هم بس این همه ترس و لرزتون از چیه؟ ازگلا بی وجودا پلشتا شما که 24 ساعته تو لایو من و تو صفحه من علافین ببینین من چی میگم چه کلیپی میذارم تو لایو کی میذارم بیاین چرت و پرت بگین و فحاشی بکنین و ریپورت بزنین. اگه من مجازی هم بس این همه کار شما رعناش چیه؟ بس یعنی من ریدم به هیکلتون الدنگ هانی کنا ریدم به هیکل خودت و چاقالات که این همه بی وجودین این همه اوواج جمع کردین که یک کلیپ یه دقیقه منو ریپورت بزنین اینستا حذف بکنه. چقدر شما لاشی عوضی هستین. ولی بدون اونو مطمئن باشین من به حقانیت عملم ایمان بیشتر پیدا کرده. چرا؟ چون شماها یک دقیقه صحبت منو تحمل نمیتونین بکنین. 100 نفر رو براشون فراخوان میدین که بیان یک کلیپ یه دقیقه منو حس بکنن. بس من کارم درست بوده. بس شما مثل سگ از من سید آلپوش میترسید. ادعاتون نشه. بیاین به من تیکه بندازین تو مجازی فقط حرف میزنی. بس شما الدنگا اگه من مجازی هم بس از چی من میترسین؟ این ریپورت ها برای چیه؟ بس خوب انگشت تو کونتون کردم. برین حالشو ببرین. من که دنده عقب نهرم. تازه خیلی دیر میرسین تا بیاین کلیپ های منو حذف بکنین ریپورت بزنین حذف بکنین. چون همه جای دنیا پخش شده تو یوتیوب تو فیسبوک تو تلگرام 1001 کوفته زهرماری دیگه تو فضای مجازی کلیپ هم پخش شده. شما حالا بیاین اینو ریپورت بزنین. شما ها که من از اول بهتون گفتم دنده عقب تو کار من وجود نهره. 1001 صفحه منو ببندین 1001 کلیپ منو حذف بکنین من دوباره برمیگردم تا آخر تا پاچه میکنم تو ماتحتتون لاشیه پس فتره. عشق منی هانی سولاخ هانی کنا هانی از سربانو جگرتلا جیون هانی جیون. نه مالو سرمن من تازه خوشحالم میفهمم که کار من درسته. یعنی تو رایی که رفتم درست عمل کردم که اینقدر آتیش انداختم به جون اینا. شبانه روز زن و بچهشونو ناموسشونو ول کردن علافن تو صفحه من تو لایو من دور از جون اون خوبا. شبانه روز چاقالای هانی و هانی ناموسشون رو ول کردن زیر فلان و فلان و فلان که فقط بیان ببینن سید آرپوش چی گفته چی میگه که بیان ریپورت بزنن بیان سوژه درست کنن. فدای ادب همتون بشم. قلب منی قشنگ تیرو کردن تو قلبتون. آختون در اومده نمیدونین چی کار بکنین. قلب منی آقا عباس آقا احمد فش ندارم داداش هزار یک نفر رفتی التماس کردی از امین آقا فرزانه بگیر محمد آقا محمودی بگیر از ایکس بگیر بچه معلوم بگیر هم شهریان بگیر رفتی هانی کنا التماسشون میکنی کفشاشونو داریم ماچ میکنی که بگی سید آلپوش فقط من بکشه بیرون. نه داداش من ازت نمیکشم بیرون. داداش چیه تو کونی؟ نه پلشت من از تو نمیکشم بیرون تا زیر خاک نکنم ات ولت نمیکنم. هانی کنا از سهل بانو زیگر تلا جیون هانی زیون
بذار یه به عشقت یه کیکی بخورم، یه چایی بخورم، یه ذره جون بگیرم. بسم الله. آقا پشمان بادید که بعد با منی آقا جوال. بسم الله. میگه سید معنای کنا یعنی چی؟ کنا به زبان کردی یعنی سولاف. بختیاری ها قلب من هن، اسپانیا نور چشم من هن. آره به مرتضی علی، تمام بزرگای تهران و ایران رفته التماس کرده هانی کنا که بریم بگیم به سید آیپوش بی خیال من بشه، به عباس آقا ملکی، به همشهریان، به امین آقا فرزانه، محمد آقا محمودی، به محمد ماشالله، آقا تا هر کی رو ببینی و بشناسی دوست و آشنا التماس داره میکنه شبانه روزی، بگین سید آیپوش از من بکشه بیرون. نه نه من نمیکشم بیرون، دارم حالشو میبرم، حالی کنه. خدا رحمت کنه آقا مهتی سیارو، باید تواصل این خونهایی که ریختی رو باید پس بدی. الدنگ عشق منی آقا مهتی، برای چی بیخیال شم؟ به من میگیم بیخیال شم، برای چی بیخیال شم؟ اون الان 2 سال یه روان بیخیال من شده، شبانه روز خودش و چاغالاش دارن منو تهدید میکنن، به من فحاشی ناموسی میکنن. بیخیال شدم؟ شما خون داعشتون رو بریزن، خون ناموس شرف ایرانی رو برباد بدن، شما بیخیال میشین؟ من اینکه غیرت نهشته باشین دور از جون. آقا امیر میگه سید از قول من بگو تو رو به علی چی بگم دادا؟ آقا جواد، آقا عباس، آقا سجاد، آقا امید، هانی جون دنبال شونم میگردم اینا پیداش کردم. هانی جون، آقا رضا، میسر از این همه ناراحت نیستم، چون این کلیپ همو که میان گردانی گردانی اینا که به من میگن مجازی هستی 24 ساعته، خودشو چی کار دارن گردانی گردان میان ریپورت میزنن؟ میدونیم برای یک کلیپ ریپورت زدن چند نفر باید بیان؟ این چاغالا از کجا میان 24 ساعته وقت میذارن؟ علافن دیگه، تو صفحه من علافن، ببینم من چی کار میکنم، چی میگم، ریپورت بزنن. ولی تا بیان اینا ریپورت بزنن همه جا دنیا پخش شده هانی کنا، جهانی دیگه مشهور شدی هانی کنا. آقا سلطان علیکم السلام داداش، ببینم جواب میدم فدای قد و بالاتون بشم، مگه وایسم دونه دونه به همه تون جواب سلام علیک بدم که دیگه فقط سلام علیک حرف زدیم دیگه. آره داداش خورد و خوراکم شده هانی، به تو چه، خوشت نمیاد نبا این هسته اینجا خوراک به این خوبی، به این قشنگی، به این خوشمزگی، چه ژاپنی کونسفید هانی کنا، از این بهتر هست؟ خب یه بیشرف دیگه هست اینجا، من الان عکس آقای رفسنجانی بالا نایمدی بالا خشتکتو میکنم ریپورتت میکنم، تو که میای بالا توهین میکنی. او الدنگ شاشو چرا پشت میدی؟ ای 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 ببین
این تو کست ننت باره خواهر کسته این ببین بره تو کست مادرت که از دور دیدین اینا بیشرفن. ببین چیا تو خونه هاشون دارن. دیدین چیا دارن تو خونه هاشون. میبینین چجوری آبرو خودشونو میبرن. دیدین چجوری آبرو خودشونو میبرن. اینا چاغالای هانی هست. اینا چاغالای هانی هست. تا بدونین سید آیپوش کارش درسته. حرف حق میزنه. با یه مشت اوباش بیشرف بیناموس طرفه. اینا رو برای ناموس خودشون میخرن. حالا دیدین سید آیپوش به حقه؟ میبینیم با چه آدم های بیشرفی و چاقال های هانی بیشرف روبروه که از این آلت های مصنوعی تو خونه هاشون استفاده میکنن برای خودشون و برای خواهر مادرشون. دیدین همه تون بیشرف و گوادین. گواد میدونی یعنی چی؟ دیدی حالا؟ هایدت هم کردم که دیگه بری فقط همونو شیاف بکنی تو باستن خودت و خواهر مادرت. اینه که نشون دادی بری دیگه الان وقت نیسته باشی بیای تو لایو من. بری همونی که نشون ما دادی اون آلت مصنوعی رو که برای خواهر مادرت خریده بودی شیاف بکنی تو کون خودت و خواهر مادر خودت. بی شرف بی ناموس. اینه تو خونه هاشون چی پیدا میشه این بیشرف ها؟ اینجوری مچتون نمیگیره سید آبیپوش. اینجوری آبروی نداشتتون رو میبره بیشتر. فالوورای من محترمن. همه با ادبن. همه با کلاسن. هر چی که طرفدار هانی اینه. این اخلاقشون. ببین تو خونه هاشو چی پیدا میشه. اینا رو میخرن برای خواهر مادرشون و زناشون. خاک تو سرا. بانو دلارام. خب یه الدنگ دیگه هم پیدا کردیم. این هم هایدش کنیم. میگم دیگه اینا رو میخره برای خواهر مادر خودش نگر میداره تو خونه. برای خودش، برای داشاش، برای آبجیاش. انداختمش بیرون. اینا رو بردم بالا که دستشون رو کنم تا بدونین ای یا الناس ای خلق الله بدونین چه کسایی بالاخواه هانی هم. چه ناموس شلای بالاخواه هانی هم. اینا بالاخواه هانی هم. فکر کردم اصلا میان من ضایع میکنن. کرماشا نمیتونی بیای بالا. داداش من لندنم. یه سه تو رو خدا واتساپ رو تو چک کن. چشم. خب یکی دیگر هم پیدا کردیم. اونم هایدش میکنیم. همین نمونه امشب کافیه. نمونه امشب که آبروی هانی و طرفداراش بره کافیه.
میارم بالا که مردم بدونن. برای چی بترسم؟ میارم بالا که بدونن طرفدارای هانی کیان. چقدر آدمای بی شخصیت، بی شرف، بی ناموسی هن. یه مشت فحاش، زناکار، خدا نشناسه که حتی به خوار مادر خودشون هم رحم نمیکنن. چه برسه به ملت ایران؟ اینا رو بهشون فرصت بدین همه ایران رو به گند میکشن. پاک تو سر بچه های امنیت ما که نه تا حالا نتونستن جلو اینا رو بگیرن. ادعاشون هم میشه. بچه های بندر عباس والا به قرآن ادعاشو میشه ما قدرتمندیم و میگیریم و مبارزه میکنیم با اوباش و با اراذل اوباش و بیبندواری و فساد و مواد فروشا. روز به روز کمتر نشدن، بیشتر شدن. تو بیرون میگیرنشون، میندازنشون تو زندان. تو زندان هم همین کارو میکنن. راحت تر هم دیگه کسی نمیگیرتشون تو زندان. تو اونجا هم قاچاق فروشی میکنن، بیشرفی میکنن، لواط میکنن مثل هانی تو زندان. یعنی هنری که کردن بچه های امنیت ما و پلیس ما، اون هنری که کردن چیه؟ یکی بیاد به ما بگه. چارت دعوایی و نمیدونم فلان رو لخ میکنن، خط و خالاشون رو تو خیابون نشون میدن. این هنرشونه. بعد 24 ساعت هم ولشون میکنه. این هنرشونه. هنر بچه های امنیت ما اینه. و تازه لحاظ شرعی هم اشکال داره. شما الان میتونی با یه رکابی بری تو خیابون به چرخی؟ کدومتون میتونه تو تهران با رکابی به چرخه؟ یارو میره لب دریا با رکابی و با شلوار کوتاه میگیرنش. میگن آقا شرع و کنار گذاشتی. قوانین شرع و که جمهوری اسلامی کنار گذاشتی. ولی بچه مردم رو میگیرن لختش میکنن. تو خیابونا، تو دوربین، تو تلویزیون نشونش میدن. این فتوای شرعیشو از کجا آوردن؟ برای خودشون حلاله، برای دیگران حرامه؟ آره؟ برای خودتون حلاله؟ اگه من حرف بی منطق میزنم، یکی بیاد به من بگم بی منطق حرف میزنی سیه. شما یه جوون میتونه با رکابی بره بیرون؟ سریع میگیرن هیچ. ولی خودتون بچه مردم رو میگیرین؟ لخت کون برای نمی کنین، تو خیابون می چرخونین، خط خالش هم نشون میدین. تازه هیچ چیزی که هم نمیشه، هیچ چیزی هم که نمیشه، تازه کلی هم بالاخواه هم پیدا میکنه، طرفدار هم پیدا میکنه. مرحوم وحید مرادی چی میگفت؟ میگفت نکنین، به خدا این کارا نکنین. نتیجه عکسی میده. به والله، به والله، به جدم قسم، روز اولی که من اومدم تو این وادی خواستم با جوونا صحبت بکنم، حرف منم همین بود. اولین یا دومین کلیپی که دادم بیرون، گفتم از بچه های امنیت خواهش میکنم، از صدا و سیما خواهش میکنم، این جوونا رو نگیریم بیاری تو خیامون لختشون کنی، خط خالشون رو نشون بدین. اینا بیشتر بزرگ میشن. نتیجه عکسی میده. چهار تا جوون خامم میفتن دنبال اینا، سلطان سلطان میکنن. یعنی کو گوش شنوا. فتواشو نمیدونم از کدوم مرجع گرفتن اینا که بچه مردم رو بیارن جلو انظار و نوامیس مردم لخ بکنن، خط و خالشون و جای چاقواشون رو نشون بدن به معنی که چی ازشون کم میشه؟ مگه شما اسمشون رو نذاشتین اراذل اوباش؟ خجالت میکشه به نظرت؟ من نمیدونم تا کی این خطاها ادامه داره.
به والله من نمیخواستم دیگه زیاد صحبت بکنم راجع به این مسائل، چون الان وضعیت منطقه واقعا حساسه و وضعیت منطقمون زیاد حساسه. این آمریکای بیشرف داره با این سعودی های ناجوانمرد و این عربای نه ایران، خلیج فارس، اینا دارن ناجوانمردانه میخوان حمله بکنن. همون نقشه هایی که کشیدن برای عراق که اول محاصرش کردن، وادارش کردن که جنگ با ایران بکنه، کلی تلفات دادن، کلی انرژیش گرفتن، بعد 10-15 سال محاصره اقتصادیش کردن تا بتونن از پسش راحت در بیان اشغال بکنن عراق. الان شما هم باید شما مواظبت بکنید، همچی بلایی که سر عراق و سوریه و ایکس و ایگرگ اومد تو این کشورها سر ایران نیاد. بازم دیگه یه مدت بشینیم راجع به این موازی صحبت بکنیم، ولی آشغالایی مثل هانی و امثال هانی، اینا که از پشت خنجر میزنن به وطن. خب سعی بکنیم از بچه خوبا، بزرگا، با ادبا دعوت بکنیم بیان بالا. داداش ما